آخری جزئیات بیشتر همراه میشیم با همکارم کیمیا قربانی از ایتالیا. کیمیا، بیشتر بشنویم از تو از واکنش مقامات ایتالیا به این موضوع. بله الناز، بعد از جنگ جهانی دوم این اولین بار هستش که یک کشتی ایتالیایی مورد حمله قرار میگیره و خب در واکنش به این حمله هم پهپاد حوثی‌ها سرنگون شد. مقامات ایتالیایی گفتن که این یک حرکت کاملا دفاعی بوده و میگن که با بررسی و تجزیه تحلیل مسیر رادار متوجه شدن که هواپیمای حوثی دقیقاً ناو جنگی ایتالیا رو هدف قرار گرفته بوده و این یک تجاوز عمدی هستش با برنامه‌ریزی و با هدف به شلیک به ناو جنگی ایتالیا. جورج ملونی نخست وزیر ایتالیا که خب الان در ایتالیا نیست، در امریکا هست، دیروز با جورج بایدن دیدار داشته، گفته اتفاقی که ساعتی پیش افتاد داره نشون میده که چقدر وضعیت حساس هستش و همه ما برای حفاظت از منافع ملی و تجاری باید متمرکز سر عمل بکنیم. گویدو کروزتو وزیر دفاع ایتالیا میگه که این حملات تروریستی حوثی‌ها نقض فاحش حقوق قوانین بین الملل هست و در واقع اینها عملیاتی هستش تحت تأثیر یک جنگ ترکیبی که از هر فرصتی استفاده میشه که به ما آسیب بزنن. اما در رابطه با وزیر امور خارجه ایتالیا آنتونیو تالیانی میگه که ما حتی اگر که دفاع بخوایم بکنیم الان در مأموریت نظامی و در اقدام نظامی در منطقه هستیم و از دریا سالار استفانو کوستانتینو تشکر کرد به خاطر تصمیم به موقع برای سرنگونی پهپاد. اما الناز این رو بگم که از یک ماه پیش زمانی که مشخص شد که فرماندهی این عملیات مشترک اتحادیه اروپا بر عهده ایتالیا هستش، تهدید حوثی‌ها شروع شد و حالا مقامات ایتالیایی بر این باور هستن که این اولین حمله مستقیم حوثی‌ها به ایتالیا هستش. اما این رو باید در نظر بگیریم که سه ناو جنگی ایتالیا، آلمان و فرانسه که حالا در دریای سرخ قرار دارن از پیشرفته ترین ناوهای جنگی جهان هستن و توانایی دفاع از خود و پاسخگویی در صورت لزوم به این حملات حوثی ها رو دارن. الناس متشکرم از توضیحاتت کیمیا قربانی، همکارم از ایتالیا همراه ما.